ایران در خطر است، حاضر است همه چیزش را بدهد. و آنها به او دروغ گفته بودند. پیرمردی که بیماری قلبی داشت، حاضر شد به خاطر منافع ملی ایران و توهماتی که در اتاق سی‌سی‌یوی بیمارستان خاتم الانبیاء تهران برایش ایجاد کرده بودند، پای تلویزیون بیاید و بر علیه خودش سخنانی بگوید. امروز ما دست او را هم می‌بوسیم. هیچ کس باور ندارد صحابی علیه ایران کاری کرده باشد. مورد پنجم، تحرکات ضد امنیتی در دانشگاه‌ها. آذر 79، متهمان دانشجویان از جمله علی افشاری که الان در آمریکاست، به پایش به تلویزیون کشیده شد و علیه خود اعتراف کرد. مدت‌ها بعد آزاد شد و از کشور هم به شکل قانونی خارج شد. اگر درست گفته بود، اگر اعترافش صحیح می بود، این پایان‌ها هیچ کدام رقم نمی‌خورد. مورد ششم، هدایت آشوب‌های خیابانی در تیر وقایع 18 تیر در سال 1378. واقعه مربوط به مرداد 1378 است. سه نفر از متهمین که هیچ کدامشان هم از سران تظاهرات 18 تیر نبودند و من در آن زمان در زندان اوین بودم و زمانی که دانشجویان اعتراض می‌کردند از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، داستان موش و گربه در تایلند پخش میشد. دقیقاً یاد دارم که گربه با موش توانستن کنار هم با مسالمت زندگی کنند و مردم برای پیدا کردن یک تک اخبار صحیح لح میزدند و روزها گذشت از رادیو تلویزیون ایران کلمه درباره آن واقعه مهم پخش نشد. همه اینها الان خارج از کشور هستند. یعنی هیچ کدام، همشان هم اعتراف کردند، هیچ کدام از آن اعترافات به جایی نرسید. مورد هفتم، همکاری عملیاتی با سرویس‌های جاسوسی بیگانه. کمترین مجازاتش اعدام باید باشد. پاییز 1377 در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و زمانی که فیلم اعترافات همسر متهم شماره یک پرونده که بعداً گفته شد داروی تنظیف خورده است و به قول روزنامه توفیق که تختی را خودکشی کردن، سعید امامی را هم در زندان اوین خودکشی کردن و به خاطر اثبات یک فرضیه که در نماز جمعه تهران رهبر جمهوری اسلامی گفته بود، من باور نمی کنم که ماموران اطلاعاتی ما بدون هدایت سناریوی خارجی این کار را کرده باشند. حتما پای سازمان‌های جاسوسی خارجی در میان است. و آنقدر متهمان شکنجه شدند تا سناریویی که در نماز جمعه تهران ترسیم شده بود از زبان آنها خارج شدند و آنها را پخش کردند و بعدا معلوم شد همه آنها دروغ بوده است و هیچ سازمان جاسوسی خارجی در قتل فروهرها پوینده و مختاری شرکت نداشته است. و مورد هشتم، ترور معاون دادستان تهران. اسم قاتل مشخص است. هر دو در روزنامه‌ها و ارگان‌های رسمی مطرح شده است و بعد دو نفر دیگر به جای آن فردی که به عنوان فرد متهم اعتراف کرده اعدام می‌شود. اسم اون کارم بنده نوشتم. یعنی فردی به قتل اعتراف کرده، بعد دو نفر دیگر هم اعدام میشوند. مشخص نیست که اگر این اعترافش درست بوده، پس را کس دیگری را آمدید اعدام کرد. خب این مقاله است که یکی از روزنامه نگاران قویه ایرانی نوشته، در اینترنت میتوانید آن را دنبال کنید. فقط ذکر کردم که آیا اینها کافی نیست که شما دست از این مسخره بازی های شعبد بازی اعتراف رادیو تلویزیونی بردارید؟ ملت ما بسیار نسبت به این اعترافات تلویزیونی بدخاطره است. سن من اقتضا می کند زمان شاه را که این اعترافات از رادیو تلویزیون ایران پخش می شد و اون زمان هیچ کس باور نمی کرد که واقعا این افراد آزادانه این سخنها را بر زبان رانده باشند. الان هم چنین است. من هنوز صحنه دادگاه خسرو گل سرخی را که آن زمان کلاس نهم بودم، 16 سالم بود، به خاطرم است. و بسیاری از مسائل دیگر در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده است. در این میان جوخه های اعدام، شکنجه های قرون وسطایی و زندان های دراز مدت شیوهی بود که رژیم شاه با مردم خود عمل می کرد.
من با صراحت میپرسم جوخه های اعدام، شکنجه های قرون وسطایی، زندان های دراز مدت توسط شما پایان یافت یا ادامه پیدا کرد؟ شما که بسیارتان زندان رفته اید، شما که خود گفته اید که من و هاشمی زندان انفرادی چشیده ایم، میدانیم یک روزش معادل یک ماه است. شما چرا؟ در این قانون اساسی نکات بسیار ارزنده آمده است. به نظر میرسد اگر قرار باشد ما فقط به همین قانون برگردیم، میتوانیم بسیاری از مشکلات خودمان را حل کنیم و من میخواهم برخی از این موارد را برای شما بخوانم. ببینیم قانون اساسی ما را یک بار هم که شده با هم مطالعه بکنیم. در مقدمه قانون اساسی آمده قانون اساسی تضمینگر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد. چه جملات زیبایی، نفی هر گونه استبداد. آیا می شنوید؟ اگر مردم مرگ بر استبداد می گویند، مردم از استبداد متنفرند، قانون اساسی ما همین ها را گفته. با هم بگردیم ببینیم چه کسی استبداد می کند، ما ملت یا شما حکومت؟ یا اینکه در مقدمه قانون اساسی آمده است که قوه قضاییه میباید پاسدار حقوق مردم باشد، سیستم قضایی میباید بر پایه عدل اسلامی برقرار باشد. بیایید از مردم نظر سنجی کنیم، ببینیم چند درصد ملت ایران باور دارند که این دو مورد، پاسداری از حقوق مردم و قضاوت بر اساس عدل اسلامی را شما جاری میکنید. ما راه دوری نمیرویم. اگر 3 میلیون مردم تهران روز 25 خرداد به خیابان می آیند، همین ها را از شما می خواهند. احقاق حقوق ملت، رعایت عدالت، چیز بیشتری نمی خواهیم. این سزایش جوابش گلوله نیست. یا اینکه درباره مسائل ارتباط جمعی گفته شده است که اشاعه و ترویج خصلت‌های تقلیدی و ضد اسلامی جدا پرهیز کنم. قرار است رادیو تلویزیون از اشاعه و ترویج خصلت‌های تحریمی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند. پرهیز می‌کند؟ آیا آبروی کسی در رادیو تلویزیون شما برده نمی‌شود؟ آیا اخبار موثق پخش می‌شود؟ آیا یک طرفه به بازی نمی‌روید؟ آیا برنامه 8 تا 30 ندارید؟ مردم که دلشان درد نمی‌کند که بروند ماهواره نگاه کنند. وقتی شما حقیقت را نمی‌گویید، و به سراغ کانال‌های دیگر می‌روند. هنوز هم نتوانستید آنها را مسدود کنید. یا اینکه گفته شده است رادیو تلویزیون در مقدمه که می‌باید پاسدار آزادی و کرامت انسان باشد. می‌پرسیم هست؟ شما پاسدار آزادی هستید؟ بیش از 50 مورد را من استقصا کردم از اصول قانون اساسی. بعد از این امور را می‌خوانم، هر مقدار که وقتم که اقتضا کرد این اصول را برای شما میخوانم. اصل دوم قانون اساسی گفته شده از جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به چند چیز. مورد ششم، بند ششم اصل دوم، بر اساس کرامت و ارزش‌های بالای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری است و از راه قسط و عدالت و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.